اوغوز یک هفته دیگر رو با مشمو بینندگون عزیز شد بوش میکیم. امروز 4 مای و ساعت به وقت پراگ هفت است. حالا فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم برای اونکه با ما هستید پیوسته میناداریم و حالا توجه کنید به خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان مالی رحمان آخر هفته گذشته وضع پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس در کشور رو با سرانی ولایت ها شهرهای وحده، ترسونزاده، حصار و نویه رودکی بررسی کرد و به آنها در موید تطبیق قرارهای استادی جمهوری مبارزه با کووید 19 دستور داد. این دستورها طوری که در سامونه اینترنتی پرزیدنت نقطه تیجه اومده است از تقویت تدبیرهای فعلی به اهالی فهموندنی کارهای پیشگیری کننده دویه دستور و سپارشهای از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی پیشنهاد گردیده منع چورابین های عموی استفاده نقاب ضمن برآمدن به کوچه و جای های سرودم به ضرر گردانی مؤسسه های خوراک عمومی بازار و دکان ها و گلگشت و خیابان های عبارت بودند. همزمان پرزیدنت رحمان با جانوگ نمودنی کشت و کاری بهاری و کشت تکراری سفربر نمودنی مردم به استفاده مقصد نوک زمین خواجگی و دهقانی و مخصوصا زمین های نزدیولگی تاکید کرده آن را عامل تولید غذا فراوانی و ارزانی در بازارها دانسته است. شورای رهبری تاجیکستان با آن که مردم باید به زندگی روزمره و آسایشته ادامه داده به رژه کاری هر روزه و حیات آسایشته در دایره تدبیرهای پیشگیری کننده از این بیماری ادامه دهند، بیانگر آن بوده میتواند که در تاجیکستان وضعیت اضطراری یا قرنطین اعلان نمی شود. این در حالی است که وزارت تندرستی اعلان کرد 52 مورد نوی صورت بیماری کووید 19 را در تاجیکستان ثبت کرده است و حالا در کشور 128 نفر به این بیماری گرفتار بودند. در این باره تلویزیون دولتی شومی دیروز خبری کوتاهی را از قبل وزارت نشر نمود و گفت که در یک شبانه روز گذشته بیشتر از 200 نفر را معاینه کردند و به خانه جواب دادند. یک روز بعد از اعلان رسمی مرگ 2 نفر از بیماری کووید 19 در تاجیکستان، شهرداری دوشنبه گفت که برای معالجه گرفتاران احتمالی کووید 19 برای 3000 نفر شفاخانه‌های موقتی بنیاد می‌کند. برنامه رشد سازمان ملل متحد اعلان کرد که برای محافظت قشرهای آسیب پذیر از بیماری کووید 19 در تاجیکستان 600 هزار دلار کمک میرساند. پرتیب هم مهتر رهبری دفتر این سازمان در دوشنبه روز 2 می در بیانیه رسمی گفته است مبلغ مذکور برای مقابله با بیماری کووید 19 در آینده نزدیک جدا می شود و اساسا برای قشرهای آسیب پذیر در تاجیکستان خرج خواهد شد. در این بیانیه همچنین آمده است پرواز هواپیمای شرکت سامون ایر به شهر فرانکفورت آلمان که روز 1 می صورت گرفت از طرف برنامه رشد سازمان ملل تشکیل شده است و در این هواپیما با گفته نمایندگی سازمان در دوشنبه واکسینه ها به ضد بیماری فلج اطفال دیگر داروهای مهم و هیئت متخصصان سازمان جهانی بهداشت را آوردند که حالا وضع گسترش بیماری کووید 19 در تاجیکستان و توانایی کشور در مقابله با ویروسی ووگی را تحقیق میکنند. هواپیمای سامون ایر از دوشنبه شهروندان اروپا و خانواده ها با آلمان برده است. برخی از ساکنان شهری دوشنبه میگویند آدمان نوشیناس به خانهشان آمده با آنها فهماندند که چی گونه خود را از کووید 19 حفظ کنند. پس از دادن معلومات آنها امضای ساکنان را گرفتند. در حالی که این کار تنقید زیادی را میان مردم و در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است، به رادیو آزادی میسر شد روشن نماید که گشت خانه به خانه را کارمندان دولتی با امر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان پیاده نمودند. این مرکه به اعلان پیشکی جریان گرفت. هرچند شب گذشته وزیر تندرستی تاجیکستان در این باره کمی معلومات داده بود و گفت که چوره‌های بهداشتی گرفته شدند. در این بین نسخه از برقه دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان با امضای رئیس آن آزاده رحمان به دست رادیو آزادی رسید که در آن رهبران وزارت اداره‌ها و رئیسان نویه های دوشنبه وظیفه دار شدند برای انجام کارهای فهماندهی کارمندان خود را به منزل های مردم فرستند. در این دستور آمده است که نمایندگان دولت با استفاده از اصول خانه به خانه به مردم فهمانند که به وایمه دادن نشوند و قاعده های سانیتاری را رعایت کنند. ولی مرکه گشت خانه به خانه مقامات انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی را به میان آورده است. از جمله یک نفر از این کاربران دلیر ابراهیم نوشته است که کاری فهماندهی
خوب است، اما نه به این طرز. به قول او این برعکس منبع پنشوی ویروس می باشد. خوب می بود برای مردم از طریق رسانه ها کارهای فهماندهی را به راه می موندند، اینترنت را رایگان می کردند، مردم خودش آگاهی می یافت. چون این طرز مراجعت به مردم در کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان به کار برده شده است. در اینجا و بسیار کشورهای دیگر استفاده از اینترنت در دوره مبارزه با همگیری کرونا ویروس به پول شده است. دیروز 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در حالت تجلیل شد که در کشورهای زیاد مقامات با بهانه پاندمی کرونا ویروس ژورنالیستان را تعقیب میکنند. این سند از طرف سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است. طبق اطلاعی اخیر پاندمی کرونا ویروس در سراسر عالم حیات کمش 243,000 از بین برده، بیش از 3,400,000 نفر گرفتاری کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 میباشند. در اکثر کشورهای دنیا پاندمی باعث جوری نمودن محدودیت شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد اعتراف میکند که پاندمی با نشر اطلاعی بر دروغ، دادن مشورت های زیان آور برای سلامتی و حتی فرضیه ها درباره دسیسه ها گردیده است. با گفته گوتریش، خبر رسانه ها که از نقطه نظر علمی تهیه شده با تحلیل و شرح های اثبات شده علمی تکمیل میگردد، دعوا بر ضد این گونه اطلاعی بر دروغ میباشد. مارک پومیرشایم سفیر امریکا در دوشنبه با قدردانی از کار خبرنگاران خواست است که مردم و حکومت از آنها پشتیبانی کنند. در یک بیانیه کوتاهی که سفارت امریکا روز 3 می در روز آزادی مطبوعات در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد، دیپلمات امریکایی گفته است رسانه‌های مستقل در جامعه آزاد نقش مهم دارند و مردم و حکومت باید از آنها پشتیبانی کنند. ما بر رسانه‌ها برای اطلاعات دقیق که به سودی همه اعضای جامعه است وابسته ایم. روزنامه‌نگاران حقیقت را می جویند که آن را پیدا کردن دشوار است و گاهی برای اعلام و انتشار خبر و دلیل ها جان و مال خود را در خطر می گذارند. مارک پومیرشایم همچنین در این بیانیه با مراجعت به کاربران گفته است امروز فرصت پیدا کنید و برای رسانه های تاجیکستان سپاس بگویید. حکومت تاجیکستان طی چند سال اخیر برای فشار به خبرنگاران و مطبوعات مستقل بسیار تنقید می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز ماه گذشته در شاخص نوی آزادی مطبوعات در جهان تاجیکستان را در میان 180 کشور در مقام 161 جای داد که مقام بسیار بد است. ژانا کاویلیه رهبر بخش اروپایی شرقی و آسیای مرکزی به رادیو آزادی گفت آزار ژورنالیستان در تاجیکستان به یک کاری معمولی تبدیل یافته است و در مطبوعات خودسنزورای فراوان مشاهده می شود. پیوندان شهباز رجب‌زاده ساکن 29 ساله نویه عبدالرحمن جومی شکایت دارند که او را کارمندان پلیس شکنجه کردند تا گناه را به گردن بگیرد. مقامات امور داخلی ادعای آنها را بی‌اساس می‌دانند و رد می‌کنند. برای همین حالا دوستان کل تاجیکستان تحقیق می‌کند که آیا در واقع شهباز رجب‌زاده را شکنجه کردند یا نه. رجب‌زاده ماه نوامبر سال گذشته با اتهام سنگین در دوشنبه بازداشت شد و ماه آوریل امسال مرافعه‌اش در دادگاه نویه اسماعیل سومانی برگزار گردید. مقامات انتظامی او را به تشکیل اتحادیه جنایی جلب و اشتراک غیر قانونی شهروندان تاجیکستان در واحد مسلح، زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی متهم کردند. وکیل مدافع و خویشاوندان جوان میگند اتهامات اساس ندارد و به قول آنها شهباز رجب‌زاده را در ریاست کافتکاب جنایی وزارت امور داخلی شکنجه کردند تا گناه نکرده را به گردن بگیرد. دلیر قربانوف وکیل مدافع به رادیو آزادی گفت زیر حمایه اش را 12 نوامبر سال 2019 به ریاست مذکور دعوت و در همانجا دستگیر نمودند. او افزود 18 مارت امسال در مرافعه دادگاهی زیر حمایه اش شکنجه شدنش را به دادرس نقل کرده گفت است کارمندان پلیس اول او را لاتکوب کرده سپس به بدنش نیروی برق گذاشتند. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند سال 2019 به این سازمان درباره شکنجه 70 شکایت وارد شده است که در مقایسه با یک سال پیش 28 مورد بیشتر میباشد. از کار بازماندنی پایگاه اساسی آبکشی نویه اشت در یک صدمه هزاران گکتر باغ و کشتزارهای ساکنان نویه را خشک و لب تشنه گذاشته است. صاحبان باغ و کشتزارها میگویند اگر به زودی پایگاه آبکشی را فعال نکنند حاصل زردالوی آنها منبع اصلی درآمد مردم تلف خواهد یافت. برای رفع عاقبتهای صدمه و تعمیر و به کار انداختن نسوسهای آبکشی یک گروه بزرگ متخصصان و کارگران عبارت از 70 نفر کار میکنند. پایگاه آبکشی نویه اشت برای
آبیاری 10000 گکتار باغهای زردالو، شفتالو و انگور و 2000 گکتار زمین پخته از رودی سیر آب میکشد. صدما در پایگاه 18 اپریل ساعت 12 شب وقت رخ داده است که متخصصان نسوس هرو با کور انداخته حوضهای آب را برای انتقال به باغ و پختزار بوری اول پر میکردند. این بوری نخست نیست که پایگاه آبکشی نوی 8 بر اثر صدما از کور میماند، بعضن حتی در دوره گرمای تابستان نیست. اما قبلا دودن آب به زمین های دهقانان چون امسال در عین موسم آبیاری تا یک ماه به تاخیر نمی‌افتاد، تاخیری که دهقانان اش را از آینده باغ‌های روزی رسانی خود خواتیر کرده است. و یک خبر دیگر که بیشتر شما کاربران صحن دعوتی از ما می‌پرسید، این هم در برای نقشه موسم بهاری دعوت به ارتش است که گفته می شود فعلا 90% اجرا شده است. در این باره وزارت مدافع تاجیکستان خبر می دهد. به قول وزارت تا امروز کمیسریت های حربی شهر دوشنبه، ولایت مختار کوهستان بدخشان و بعضی از نویه های ولایت ختلان نقشه دعوت را 100% اجرا کردند. در مجموع ولایت ختلان و نویه های توبه مرکز 80% و ولایت سوخت 70% نقشه دعوت دعوت را برای خدمت به ارتش پر نمودند. و باید گفت که موسم دعوت 1 اپریل آغاز شده، رسما 1 می به اتمام میرسد. ضمن نوارهایی که از طرف کاربران به رادیو زودی فرستاده میشوند، لحظه های به طور اجباری از کوچه ها بازداشت و به ارتش بردن جوانان را بازم نشان میدهند. و خود صبح امروز خبرنگار رادیو زودی در ختلان به واسطه شاهدی چنین سرباز شکار شد و گفت که کارمندان کمیسریت حربی به شیوه خیلی بد جوانی را که یک فرزند بوده است در آیله، یک پسر اجبارند به ماشین بر کرده و برای خدمت بردند. و بینندگان عزیز، اگر شما نوار جالبی دارید و می خواهید که با ما در میان بگذارید تا دیگران هم ببینند، لطفاً با رقم 420-724-056-681 با وایبر، واتساپ و تلگرام آزادی ویدیو بفرستید. و خبرهایی که حالا من برای شما گفتم تفصیلاتش را از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org می توانید پیدا کنید. و اکنون از کور بازار خارجی برای امروز به شما معلومات می دهم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است: 1 دلار 10 سومان و 24 درهم است، 1 یورو کمی بیش از 11 سومان ارزش دارد. امروز کور به 1000 روبل روسی 135 سومان و 20 درهم را تشکیل میدهد. خبرهایی بود که من برای شما رساندم. خبرهای بیشتر از این رو 3 ساعت پس منتظر باشید، بازم در پخش مستقیم. تا اون دم خدا نگهدارتون، برای شما روز خوب میخواهیم و صحت و سلامت باشید.